اولین روز مرداد ماه برابر با 23 ژوئیه، سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، آغاز محاکمه مارشال هانری پوتن رئیس حکومت ویشی فرانسه. هانری فیلیپ بنونی عمر جوزف پتن که بیشتر به نام مارشال پتن مشهور است، ژنرال فرانسوی و قهرمان جنگ اول جهانی بود که به خاطر قبول ریاست حکومت ویشی در جنوب فرانسه و نخست وزیر دولت دست نشانده آلمان در جریان جنگ جهانی دوم پس از اتمام جنگ به خیانت متهم شد. محاکمه مارشال پتن در یک سالن کوچک از کثرت جمعیت جایی برای نفس کشیدن نداشت آغاز شد. پتن در نخستین جلسه دادگاه اعلام کرد که چون از طرف مجلس ملی فرانسه به نخست وزیری انتخاب شده و رئیس دولت قانونی فرانسه بوده است، محاکمه او تابع تشریفات خاصی است، بنابراین دادگاه را برای محاکمه خود صالح نمی داند. در غیر این صورت وی تا پایان جلسات دادگاه در اعتراض به این عمل خاموش خواهد ماند. در نهایت دادگاه عالی پاریس پس از 3 هفته محاکمه و 7 ساعت مشورت حکم اعدام پتن را صادر کرد، ولی توصیه نمود که به علت کهولت سن محکوم از اجرای حکم خودداری شود. ژنرال دوگل رئیس دولت موقت فرانسه در اجرای توصیه دادگاه حکم اعدام را به حبس ابد تبدیل کرد و پتن به زندان انتقال یافت و در همانجا درگذشت. سال 1331 خورشیدی برابر با 1952 میلادی، کودتای افسران آزاد مصری علیه حکومت پادشاهی ملک فاروق. ملک فاروق فرزند احمد فؤاد پاشا یا فؤاد اول پس از درگذشت پدر تاجدارش در 16 سالگی به جای وی به سلطنت رسید، اما از آنجا که فاروق هنوز به سن قانونی نرسیده بود، اداره امور مملکت به شورای نیابت سلطنت محول گشت. در آغاز جنگ جهانی دوم و درگیر شدن عده زیادی از قوای کشورهای متخاصم در شمال آفریقا، مصر نیز به صورت یکی از جبهه‌ها و پایگاه‌های متفقین به خصوص انگلستان درآمد. پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 میلادی و شکست اعراب، مردم مصر که درگیر این جنگ بودند نسبت به پادشاه خود ملک فاروق دلسرد و بدبین شدند و همین امر زمینه را برای انجام کودتای آرام افسران ناراضی مصری آماده کرد. مغز متفکر کودتا سرهنگ جمال عبدالناصر بود که مقدمات این حرکت را از سالها پیش تدارک دیده بود، ولی عبدالناصر و افسران جوان همفکر او در مراحل نهایی اجرای نقشه کودتا یکی از افسران ارشد مصری به نام ژنرال محمد نجیب را نیز با خود همراه کردند. سرانجام این کودتا به رهبری ژنرال محمد نجیب و سرهنگ جمال عبدالناصر صورت گرفت و 3 روز پس از پیروزی کودتا، ملک فاروق پادشاه مصر با بدرقه رسمی و با نماینده‌ای از افسران آزاد و با احترام فراوان خاک مصر را ترک گفت و نظام جمهوری به ریاست محمد نجیب در مصر برقرار شد. سال 1386 خورشیدی برابر با 2007 میلادی، درگذشت محمد ظاهر شاه پادشاه پیشین افغانستان. محمد ظاهر که از پشتونهای قوم بارکزی افغانستان بود، برای مدت 40 سال بر این کشور حکم روایی کرد و گرایشش به زبان فارسی به شخصیتش در میان پشتونها و فارسی زبانان افغانستان اعتبار خاصی بخشید.